ویدئویی که الان نشون دادیم قبل از مسابقه همه فهمیدن که مهمون برنامه‌مون آقا متینه. متین دوهنجر سلام. سلام بچه‌ها. سال نو مبارک. سال نو مبارک. فدای شما. خوش اومدید برنامه زیزمی تو آنتن. مرسی از دعوتتون. سلام می‌کنم خدمت همه مردم عزیز کشورم و امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشم. اصلا جون دقت کردین متین رو می‌بینی آدم یاد جنجال میافته. آره ماشاءالله توی اینستاگرامش گرد خاک به پا میکنه و حالا یه سری آدما درگیر میشه و از اینا که بگذره علتش اینه که شیطان پرسته؟ نمیدونم آقا شیطان پرستی؟ والا شما رفتین که... سر اصل مطلب یعنی سوالی که معمولا وسط قضیه پرسیده میشه که توضیحاتش ما برامون جنجالی و تو حاشیه‌ام کلاً برام میگفتیم بریم سراغ اصل مطلب. آخه من سرچ زدم توی گوگل شیطان پرست عکس تو اولین یعنی اولین چیزی که اومد عکس تو بود. اولین شیطان پرست ایرانی در اصل نه نمیدونم شیطان پرستی خب من همیشه این سوال رو جواب دادم من تا حالا این دفعه به شکل دیگه جواب میدم. اولا که باور هر کسی به خودش ارتباط داره ولی خب در مقابل جواب شما این رو من تایید نمی کنم. پس یعنی متین دوهنجره شیطان پرست نیست؟ نه. ولی قبول داری که این داستان شیطان پرستی بهت ضربه زده توی حتی طرفدارات؟ مسلما همینطور. اصلا این یک موجی بود که باید شروع می شد، یعنی استارتش حالا از یه افرادی خورده شد که یه بوده دیگه هم داشت که بوده جز بوده فرهنگی نبود. چرا براش تلاش نکردی که این موج از بین ببری؟ چرا من خیلی سعی خودم رو کردم منتها از اونجایی که بعضی از دوستان منابع خبری این قضیه شیطان پرستی سعی کردن که بولد کنن و به گوش مردم برسونن هیچ وقت نخواستن که اینی که من گفت بله اینی که من میگم که نیستم رو به گوش مردم برسونن. اوکی اوکی خیلی یعنی در واقع اینجا متین توی برنامه اعلام کرد بچه‌ها که شیطان پرست نیست. البته سبک موسیقی که کار میکنی و سبک موسیقی که متین کلن یعنی توی دنیا هست استایلشون اینه، یعنی حالا گوشوار دارن چیزای تیزی و نمیدونم یه چیزای خاص دارن دیگه، این استایل سبک موزیک راک و متال و اینا که تو هم اولین کسی بودی که تو ایران این سبک رو وارد کردی، درست میگم؟ حالا این حرف یه مقدار باز از همون جنجالای خودشو داره. من اولین کسی نبودم که متال تو ایران خوندم ولی من سعی کردم که موسیقی راک و متال رو از طریق سلیقه مردم به گوششون برسونم. به علت اینکه خب ما ایرانی ها هیچ وقت نمیتونستیم مثلا یه سبک خیلی دارک رو تو خودمون بپذیریم و سعی کردم که از همون سلیقه‌ای که گوش ایرانی عادت داره از همون طریق این سبک رو حالا یه
تزریق کوچیکی، یعنی یه تلفیقی در واقع درست کرده. آخه متین هم داره درست میگه، سبک موزیک ایرانی لطیفه صبر. و اگه بخواد یه دارک بیاد توش خیلی فکر کنم باور سخت باشه. خب متین، یه چیزی که من خیلی برام جالب بود این که من میدونم که تو توی تلویزیون ترکیه دعوت شدی. سیا پاجالوستا یتف روملی تی وی نا گوچمن قزی کیم گلیور شارکسی هازنسا مارتین مرافق می گلیور. Bu gece yalnızlığım dünyaya değer. Düşünme ki korkuyorum, dudaklarımın hızından titrer. Kasım kodi ve cümlemem, kasım kodi ve kalbimem. عکس توی مجله ها چاپ شد توی ترکیه. درخواست بازیگری، درخواست آره بازیگری و توی سینما و اینا هم بهت شد. چرا ترکیه نموندی؟ چرا کارت اونجا ادامه ندادی؟ خب من باید برای بازی کردن تو فیلم یا حالا هر اتفاقی که تو ترکیه برای من بود باید زبانشون رو کامل یاد میگرفتم و من صرفا در برنامه های ترکیه ای که شرکت کردم قرار بود که یک پله پرتابی به قول معروف به سمت اروپا باشه برای من، چون من اصل تفکرم این بود که بخوام به زبان انگلیسی کار بکنم. یعنی می‌خواستی کار اینترنشنال بکنی؟ بله بله. می‌خواستی فقط به یه زبان خاص؟ بله. و دیدم که هم تایم زمانیم رو خیلی پر می‌کنه که دیگه اصلا از هدف اصلیم دور میشم و دلیل بعدش هم که دیگه شرایط حال حاضر ترکیه که خب به خاطر امنیتی که متاسفانه نداره خب دیگه ترجیح دادم که اونجا نباشم. یه لقبی هم برات گذاشتن ترکا؟ بله، ایراندان تارکان. حالا البته چنین چیزی توی مجله هاشون از این عنوان استفاده کردن برای من. من دوست دارم بدونم که چجوری شد که به آلمان اومدی؟ قضیه فستیوالش شد؟ من یه چیزی در مورد متین میدونم خوب، خیلی پیام زرنگه. زودتر سعی میکنه اون چیزه رو بگه. پیام متین اومده بود آلمان، من شنیدم که اومدی آلمان یه فستیوالی اینجا میخوای بری و شرکت کنی، یه فستیواله که سالی یک بارم برگزار میشه و فستیوال مهمی هم هست. این داستان این چیه؟ حالا البته دوست نداشتم حالا فعلا خبری بشه، چون من دیرتر از اون زمانی که باید وارد آلمان میشدم وارد شدم و حالا اگر که برسم برای تشکیل دادن بند و بتونیم که یک موسیقی حرفه‌ای رو حالا به عنوان یک ایرانی بله بتونیم ارائه بکنیم حتما توی این فستیوال خواهم بود. اگر هم که زمانش، یعنی به خاطر این محدودیت زمان میتونه 50-50 باشه، اگر هم که نشه برای سال آیند. یعنی که در واقع داری میگی اگه یه موزیکی در خور ایرانی، چون برای اولین بار هم هست میخواد این اتفاق بیفته توی آلمان، در خور ایرانی باشه میخوای ارائه بدی؟ بله، اگر نرسی این کارو نمیکنی. بله بله، اگر بتونیم که تمام به قول معروف جمع کنیم، تمام استانداردهای بین المللی رو اگه بتونیم که توی این به قول معروف کاری که میخوایم ارائه بکنیم بتونیم در نظر بگیریم و انجام بدیم حتما به فستیوال میرسونیمش. بله ایشالله که موفق باشیم متین. مرسی. ما هم به قول معروف آرزوی بهترین ها رو برات داریم و حالا ایشالله که برسی، اگه نرسی بیم سال بعد. خب متین، یه چیزی که فکر می‌کنم در جریانش هستی، هفته پیش و این هفته کلاً اختصاص داده شده رادیو جوان. آره، یه جنجالی شد در مورد رادیو جوان که چه موجی را افتاد که از آمار فیک رادیو جوان ما حرف زدیم با استناد، یعنی که با سند ما نشون دادیم که این آمار کاملاً فیک. و می‌خواستم ببینم در این مورد که تو هم شیر کردی تو تلگرامش. دقیقاً. می‌خواستم نظر خودت رو در این مورد بدونم. ببینید، البته من نظرم رو قبلا راجع به رادیو جوان اعلام کردم و کاملا در جریان فیک بودن و آمارهای بازدید دروغین این سایت هستم. پس متین، تو با سایت رادیو جوان مخالفی؟ نه نه، من مخالف نیستم، ولی جایی که به شعور مردم توهین میشه من رو ناراحت میکنه. آفرین. خب آفرین. ما مشکلی نداریم با رادیو جوان. دقیقاً. سایت رادیو جوان واقعا مشکل نداره. ما مشکلمون فقط همین فیک بودنه. بله بله. دقیقاً. دقیقاً داری میگی. ما هم دقیقاً تنها مشکلی که با این وبسایت داریم اینه که آمار فیک رو دارن نشون میدن و این بی احترامی به شعور مردم. مرسی. خب متین، موافقی بریم برگردیم یکی از ویدیوهاتو که کمپانی پیکسل هم این کار رو پخشش رو بر عهده داشت و ببینیم برگردیم؟ در خدمتتون هست. آخر گزارش رو با هم باشیم.
ازم تنه به من نزن داغون شدم برات مردم با هر قدم باور نمی کنم میگی که من بدم لعنت به روح تو لعنت به جون من میدونم حال تو خوبه بدون من دل سنگیمو بذار پای جنون من خب برگشتیم به استودیو زیرزمین کماکان با متین دو انجره هستیم اما قبل از اینکه بحث رو ببندیم خواستم یه تشکر رو ویژه کنم از بهزاد هیلری مدیریت شبکه گالا و کمپانی پیکسل رکوردز که این امکان رو فراهم کرد که ما الان اینجا باشیم و ویدئوی خوبی مثل ویدئوی متین دو انجره ببینم بشنم. آره دقیقا به شما بیننده ها برسه من میخواستم بگم که متین خیلی خوب شد که اومدی تو این برنامه ما تو این برنامه سعی کردیم که سوالای کلیشه‌ای رو ازش بگذاریم و به سوالای اصلی برسیم که خیلی از شاید دوستاشن ازت بشنون آقا اگه حرفی داری در آخر بگو و با هم دیگه خدافظی کنیم مرسی از شما مرسی از دعوتتون و شبکه گالا که به موضوعات خوبی می‌پردازه من قبلا هم برنامه شما رو دیدم و اینکه روک هستین و از چیزی ترس ندارین واسه من قابل ستایش هستش مرسی و حرف آخر این که سلامتی برای مردم عزیز کشورم و همه دنیا و این که موسیقی کشورمون یه روزی به سمت خوبی بره و از شر مدیران رسانه‌ای بیکفایت رها بشه مرسی از این آرزوی قشنگت واقعا دمت گرم ولی من یه سوال جونم. آخر ازش دارم جونم آقا ما این چش شما نمیتونیم ببینیم بله چرا که نه بفهمین بله چش شما تازه چشاش باز شد خوبی آره چقدر نورش فراوان شد و بله اوکی مرسی که اومدی مرسی که اینقدر حرفای خوب زده شد تو این از اول میگفتی برش میداشتی آره کلا که برنامه آینده ان شاء الله که یه بار دیگه بتونیم متین رو بیاریم خلاصه که بریم با متین خداحافظی میکنیم تو این قسمت بریم برگردیم هنوز با شما